شریران از روی ترس فرمان میبرند نیکان از روی محبت ارسطو فصل نهم اطاعت بسیار سختتر از آن است که فکر می کردم آمین به شما می گویم خراجگیران و فاحشه ها پیش از شما به پادشاهی خدا راه می آبند متا 21 31 آیا برای شما اطاعت از خدا و فرمانهایش نسبتاً آسان است اگر هست پس لطف کنید این فصل را نخوانید و یک راست بروید سراغ فصل بعد من همینجا میمانم تا تشریف ببرید خیلی خوب حالا که فقط ما گناهکاران ماندیم اجازه هست صحبت کنیم جوانتر که بودم به این فلسفه اعتقاد داشتم که دنیا روز به روز و از هر جهت بهتر و بهتر میشود و اکثر مردم هم به همین نسبت دارند بهتر می شوند. حتی اگر این درباره بقیه مردم صدق نمی کرد، در مورد مسیحیان صد درصد صدق می کرد. به این جریان میگویند تقدیس، یعنی فرایندی که مسیحیان طی آن به کمک فیض خدا و کار روح القدس پیوسته بهتر می شوند. هرچه نباشد، این وعده خداست. پولس میگوید کاری را که خدا در زندگی ما آغاز کرده است حتما به کمال خواهد رساند رجوع کنید به فیلیپیان یک شش. من هنوز هم به این حقیقت اعتقاد دارم منتها با این تفاوت که می بینم تحقق آن خیلی سختتر از آن است که قبلا فکر می کردم این خوب نیست یعنی چطور بگویم یک جورهای خوب نیست ولی آنقدرها هم که فکر کنید بد نیست میدانم که قرار است بهتر شوم و میدانم که خدا میخواهد از من فرزندی مطیع و مقدس برای خود بسازد این را هم میدانم که حتی به این هدف نزدیک هم نشدهام اگر با خدمت من و آنچه در سازمان کیلایف تعلیم می دهیم آشنایی کافی داشته باشید خواهید دانست که هدف ما این است که شما و عزیزانتان را با آزادی اساسی شادی مصری و وفاداری اجاب انگیز به مسیح به سرمنزل مقصود برسانیم. به این ترتیب کلمات اصلی در اینجا عبارتند از اساسی، مصری و اجاب انگیز. من اغلب اینطور تعلیم می دهم که گناه شما می تواند بهترین چیز در زندگیتان باشد. البته اگر از آن آگاه باشید. و اطاعت ممکن است بزرگترین خطر در زندگیتان باشد البته اگر زیادی در فکر آن باشید حال که مطالب فصل قبل را خوانده اید می دانید که با توجه به خطر وحشتناک خودپسندی آنچه گفتیم درست است اکنون می خواهم این تعلیم را کمی بست بدهم می خواهم چیزی بگویم که احتمالا باعث تعجبتان می شود و شک ندارم خوشتان نمی آید. با این حال لطفا با من همراه باشید چون چیزی که الان می خواهم بگویم اصاره پیام انجیل است و راستش را بخواهید فایده آن از مذهب بیشتر است می از مزایای گناه بگویم چی؟ گناه و مزیت؟ بله ولی من اولین کسی نیستم که چنین چیزی میگوید یک بار مارتین لوتر نامهی به جورج اشپالاتین نوشت اشپالاتین برادری مسیحی بود که در طی دوران اصلاحات کلیسا با لوتر همکاری داشت. اشپالاتین به خاطر توصیه بیاساسی که یک بار کرده بود عذاب وجدان شدیدی داشت و این موضوع سخت او را آزار می داد. وقتی لوتر به ناراحتی اشپالاتین پی برد، مطالب زیل را خطاب به او نوشت. استدعا و نصیحت صادقانه من این است که شما به جمع ما گناهکاران واقعی و بزرگ و کار بپیوندید و با ما هش و نش بیابید شما به هیچ به هیچ روی نباید کاری کنید که مسیح در نظر ما زار و نزار جلوه کند آنسان که گویی فقط زمانی میتواند یاور ما باشد که ما بخواهیم از بند گناهی خیالی، سوری و بچگانه رهایی یابیم به هیچ روی این برای ما خوب نخواهد بود او باید نجات دهنده و رهایی بخش ما از گناهان و خطایای واقعی بزرگ شنی و نفرت باشد بله یعنی از بزرگترین و تکان دهنده ترین گناهان در یک کلام از مجموع تمام گناهانمان یک بار وقتی من هم از بیماران همان بیمارستانی بودم که شما در آن بستری هستید و به همان درد شما مبتلا بودم دکتر اشتاوی پیتز با این سخنان به من تسلا بخشید آها پس شما میخواهید گناهکاری تزئینی باشید و بر همین قیاس هم توقع دارید که مسیح برای شما نجات دهنده تزئینی باشد باید خود را به این اعتقاد عادت دهید که مسیح نجات دهنده واقعی است و شما هم گناهکاری واقعی هستید. زیرا خدا با کسی شوخی ندارد و خود را به امور سوری و خیالی مشغول نمی سازد. او زمانی که پسر خود را به جهان فرستاد و به خاطر ما فدا کاملا مصمم و جدی بود. من گناه کردن را دوست دارم. اگر نداشتم گناه نمی کردم. در واقع یکی از دشوارترین کارهای من در مقام یک رهبر مسیحی آن است که مردم را از عمل به آنچه آشکارا دوست دارند منصرف کنم. وقتی از سارق بانک سوال شد که چرا از بانک ها سرقت کند جواب داد چون پول توی چون پول توی بانک پیدا میشه. ماشاءالله به هوش. گناه جذاب است و ما مرتکب گناه می شویم چون به آن علاقه داریم. با این حال غیر از این جنبه و تنها همین جنبه مثبت به نظر می رسد نکات مثبت دیگری را هم درباره گناه می توان بیان داشت. شناخت خدا اگر به خاطر گناه نبود خدا را هرگز نمی شناختم. وقتی لوتر گفته معروف خود را در این باره بیان داشت که هر کس گناه می کند باید دلیرانه گناه کند منظورش این نبود که گناه چیز خوبی است بلکه میخواست بگوید که عیسی نجات دهنده دلیری است اگر گناه ما کوچک باشد به طبع آن نجات دهنده کوچکی هم خواهیم داشت در این صورت نجات دهنده ایمان ایسا نخواهد بود بلکه بدل او خواهد بود چون در هر حال نیازی هم به نجات دهنده واقعی نخواهیم داشت. با این همه پیچیدگی یک معضل از پیچیدگی راه حل آن مشخص می شود. به عبارت دیگر معضل ما هرچه بزرگتر باشد راه حل آن هم باید بزرگتر باشد. اگر گناهان ما کوچک و نیازهای ما کم می بودند خدا می توان از یک کتاب برای ما بفرستد ولی او پسرش را فرستاد. از همینجا می توان حد زد که مشکل چقدر بزرگ است. همانطور که قبلا هم اشاره کردم وقتی از شاگردان عیسی سوال شد که چرا او این همه وقت خود را با گناهکاران می گذراند عیسی توضیح داد که او طبیبی است که برای بیماران آمده است نه برای تندرستان مراجعه کنید به مکتان 9 آیات 10 تا 13 دوستی دارم به نام جان لانگینو که برای فرار از زندگی پرجوش و جلایی که در میامی داشت به منطقه کوهستانی شمال جورجیا نقل مکان کرد. او به این دلیل زندگی پرمشغلهی داشت که در کارش استاد بود. جان چند سال همزمان وکیل چند شرکت بزرگ بود و به عنوان وکیل مدافع طالب زیاد داشت. سرانجام توانست پول لازم برای تغییر محل زندگی خود را گرد بیاورد و به محل فعلی خود نقل مکان کند. جان باهوش، با استعداد، زبان آور و ناکس است. واقعا ناکس. سوء تفاهم نشود. جان ایسا را دوست دارد. وی صبح روزهای یک شنبه برای کسانی که پارک ملی نزدیک محل سکونت او می آیند پیراشکی و قهوه می برد و برای آنها جلسه پرستشی ترتیب می دهد. اگر اولین برخوردتان با جان در این محل باشد از دیدن او در دادگاه شاخ در می آورید. جان در دادگاه با این شخص نازنین و نرم و روحانی که در پارک جنگلی جلسه پرستشی برگزار می کند خیلی فرق دارد. جان توی دادگاه یکی از کارآمدترین و کلای مدافعی است که سراغ دارم. ما چند سالی است که در سازمان کیلایف از شماره تلفنی رقمی برای قبول سفارش ها استفاده می کنیم. یعنی یک خط تیره 800 خط تیره کیلایف. داستان طولانی است و نمی سرتان را درد بیاورم. زمانی ما با دو شرکت مختلف برای قبول سفارش هایی که مردم با این شماره به سازمان ما میدادند قرارداد بسته بودیم. در مدتی که این دو شرکت کارشان به دادگاه کشیده بود، یکیشان رندی کرد و شماره ما را دزدید. بله، درست شنیدید. شماره ما را سر, خط، سر خود شماره ما را سر خود ضبط کرد و مسدود ساخت و تمام. من به این شرکت که اسمش آته بود زنگ زدم و تلاش کردم شماره را پس بگیرم ولی آنها محکم ولی محترمانه گفتند که تقصیر از خودمان است و آنها تا شش ماه دیگر این شماره را به ما پس نخواهند داد تازه بعد از گذشت این مدت تازه می رویم توی لیست انتظار این حرف به این معنی بود که سازمان ما به درد سری افتاده است چون هر ماه با این شماره هزاران تلفن به ما میشد. این بود که زنگ زدم به جان و او دنبال کار را گرفت. جان بالاخره اسم و تلفن شخص وکیل آن شرکت را پیدا کرد و به طرف زنگ زد و گفت ببین جناب دارم یه دادخواست اساسی براتون تنظیم می کنم. در زم حاضرم یه خروار پول خرج این کار کنم. با این حال من برای یه عده مسیحی دیوونه توی فلوریدا کار میکنم که ازم خواستم قبل از اقامه دعوا باهاتون حرف بزنم همان روز عصر شرکت آتئه شماره ما را پس داد از جان و لطفایی که در حق من کرده می توانم یک عالم داستان برایتان تعریف کنم یک بار که با هم در ایوان خانه کوهستانیش نشسته بودیم جان گفت برام دلم میخواهد توی درد سر بیفتی وقتی علت آن را پرسیدم جواب داد من تو را دوست دارم و فقط موقعی میبینمت که توی درد سر افتاده ای ایسا هم تقریبا همین حرف را به من میزند هیچ به این موضوع فکر کرده اید که فیض یعنی لطف رایگان خدا معطوف به گناه می شود؟ این چیزی است که پولس رسول می گوید. حال شریعت آمد تا نافرمانی افزون شود اما جایی که گناه افزون شد فیض بی نهایت افزون در گردید رومیان پنج بیست. به بیان دیگر اگر به خاطر گناه هم نبود من هرگز عیسی را نمی شناختم. و در حالی که حالم از گناه به هم می خورد وقتی با آن مواجه می شوم خدا را به خاطر بهترین دوست و پادشاهم عیسی مسیح شکر می کنم اگر به خاطر گناهم نبود هرگز او را نمی دوست داشتن دیگران اگر به خاطر گناه نبود نه من هرگز شما را دوست می داشتم و نه شما هرگز مرا دوست می خب احتمالا شما مرا نمی من هم شما را نمی شناسم ولی اگر همدیگر را می فقط به خاطر گناه ما بود که می توانستیم همدیگر را دوست داشته باشیم. خاطرتان هست که عیسی چه وقت پای شاگردانش را شست؟ طی شام آخر عیسی در کمال تعجب و ناباوری شاگردانش حوله برداشت و کاری کرد که فقط وظیفه غلامان بود یعنی پاهای کثیف مهمانها را شست. در حین این کار عیسی از پاک شدن صحبت می کرد. سپس وقتی کار خود را به اتمام رساند مطلب مهمی را بیان داشت. پس از آن که ایسا پاهای ایشان را شست خرقه بر تنگ کرد و باز بر سفره شام نشست. آنگاه از ایشان پرسید آیا دریافتید آنچه برایتان کردم؟ شما مرا استاد و سرورتان می‌خوانید و درست هم می‌گویید زیرا چنین هستم. پس اگر من که سرور و استاد شمایم پاهای شما را شستم شما نیز باید پاهای یک دیگر را بشویید من با این کار سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همان گونه رفتار کنید که من با شما کردم آمین آمین به شما میگویم نه غلام از ارباب خود بزرگتر است نه فرستاده از فرستنده خود یوحنا 13 12 تا 16 سرپرست عبادتگاه دانشکده الهیات ما رگی کید تصمیم گرفت که یکی از جلسات هفتگی ما را به مراسم شستن پاها اختصاص دهد. وقتی مرا در جریان این تصمیم گذاشت، مطلبی روحانی به این مضمون خدمت ایشان عرض کردم. من به گور بابام بخندم اگه توی همچین جلسه شرکت کنم. جلسه خوبی داشته باشید ما که نیستیم. با این حال من بیشتر اوقات بر مبنای عذا وجدان تصمیم میگیرم این بود که با نزدیک شدن روز جلسه تصمیم به شرکت در آن گرفتم آن روز صبح پاهایم را حسابی شستم و های تمیزی پوشیدم میدانید چه اتفاقی افتاد آن جلسه یکی از عمیقترین و پر احساس ترین جلساتی بود که تا آن روز شرکت کرده بودم نمی توانی تصور کنید که وقتی استادان پاهای یکدیگر و پاهای دانشجویان را میشویند این عمل چه تأثیری بر استاد می گذارد؟ نمی توانید تصور کنید که وقتی دانشجویان پاهای یکدیگر و پاهای استادان را میشویند این کار چه تأثیری بر دانشجو می گذارد؟ در پایان جلسه همه ما به جلوی عبادتگاه آمدیم و در حالی که دست همدیگر را گرفته بودیم می خاندیم. فیض عظیم مسیحا نجات داده مرا سرگردان و کوری بودم اینک بینم او را چرا ایسا پاهای شاگردان را شست؟ چون کثیف بودند این استعاره برای گناه است چرا عیسی از ما خواست تا پاهای یکدیگر را بشوییم چون کثیف هستند در روابط عادی بین انسان ها چه کسانی پاهای کثیف دیگران را میشویند؟ آنهایی که پای خودشان کثیف است. در اینجا حقیقت عمیقی درباره گناه نهفته است. محبت در واکنش به نیکویی، کمال و اطاعت محبت نیست، پاداش است. فقط کسانی که شایسته این پاداش نیستند می توانند مورد محبت قرار گیرند و فقط کسانی که محبت دیده اند می توانند محبت کنند کشف شادی اگر به خاطر گناه نبود هرگز وجد و شادی را کشف نمی کردم کمی قبل نقل قولی کردم از لوتر مبنی بر اینکه گناه را باید دلیرانه ارتکاب برزید حال می خواهم این نقل قول را به طور کامل بیاورم لوتر به دوست و همکار خود فیلیپ ملانشتون نوشت خدا فقط کسانی را نجات نمی دهد که گناهکارانی خیالی هستند. گناهکار باشید و دلیران گناه ورزید. اما به خاطر پیروزی مسیح بر گناه و مرگ و جهان با دلیری به مراتب فزونتری به مسیح و پیروزی او بر گناه و مرگ و جهان ایمان داشته باشید. امروز صبح از دوستی احوال پرسی کردم و او جواب داد آنقدر حالم خوب است که فکر می کنم خدا به خیالم شده چون اگر به خیالم نمی شد لابد الان سائقه چیزی از آسمون زده بود پس کلم بعد اضافه کرد که هرگز نمی خواهد مثل ایوب باشد که خدا دربارش به شیطان گفت آیا خادم من ایوب را دیده ای؟ و بعد بلاهای ناجوری به سرش آمد. استیو من میخواهم مطی و سربهراه و غیره باشم ولی نه زیاد ترجیح میدهم که خدا به خیالم شود بعد هم گفت ولی خدا به خیالم نشده راست نمیگویم او حتی موهای سلام را شمرده و همچنان برکتم هم میدهد و دوستم دارد و میبخشدم راست نمیگم دوریالی دوستم افتاده و افتادن این دوریالی منبع شادی و وجد حقیقی است. اهمیتی نمی دهم که شما درباره من چه نظری دارید. چقدر از من بدتان میآید یا مایل به حفظ دوستی خود با من هستید یا نه؟ من دوستی دارم که حسابی به من علاقه دارد. البته این علاقه نتیجه صلیب است. با این حال اصیل است و حقیقی و منبع شادی و وجد عظیم. ایسا گفت که پادشاهی آسمان همچون گنجی است پنهان در دل زمین که شخصی آن را مییابد سپس دوباره پنهانش میکند و از شادمانی میرود و آنچه دارد میفروشد و آن زمین را میخرد اگر به خاطر گناهم نبود من هرگز با شادی و آزادی و لذت حاصل از دانستن این که هر کاری هم کرده و هر جایی هم بوده باشم پذیرفته شده و پذیرفتنیم آشنا نمی شدم. یادتان هست ایسا شما را در کجا یافت؟ من که یادم هست. من در آپارتمانی نزدیکی های بستان زندگی می کردم که از ایوان آن خلیج در سمت چپ و اقیانوس در سمت راست پیدا بود. درآمد خود و همسر زیبایی را که خدا به من بخشیده بود به خاطر می آورم. همچنین به خاطر دارم که در آن ایوان ایستاده بودم و مثل بچه ها زار زار گریه می کردم. بدبخت و دست خالی و تنها و گناهکار بودم و زندگی هم معنای چندانی نداشت. آن وقت ایسا آمد. وقتی فکر می کنم ایسا در کجا مرا یافت قلبم از شادی عظیمی پر می شود. اگر به خاطر گناهم نبود هرگز او را نمی شناختم. یا دیگران را دوست نمی داشتم. یا شادی و آزادی حاصل از پذیرفته شدن را احساس نمی کردم. تنفر از گناه قبل از اینکه در این بحث جلوتر بروم می خواهم بگویم که نه فقط به خاطر گناهانم خدا را شکر می کنم بلکه از گناهان خود نفرت دارم من اغلب از دوست خود تونی کمپلو برای شرکت در برنامه رادیویمان دعوت می کنم اسم تونی را گذاشته ایم لیبرال گروه اقل در مورد اقل در امور سیاسی او اینطور است باید اضافه کنم که من کمتر دیدم کسی مثل تونی اینقدر دل رحم باشد و مردم را بدون قید و شرط دوست بدارد تونی همانطور که شاید بدانید از دوستان بیل کلینتون بوده است که البته بنده ایشان را یار گرماوه و گلستان خود نمی کردم. تونی در کمال محبت و بدون تخفیف دادن درباره حقایق کتاب مقدس اعلام می دارد به یاری همجنس گرایان رفته است. کاری که فکر نکنم از من بر بیاید. هفته گذشته که درباره یک مبشر تلویزیونی به نام جیم بیکر گفتگو می کردیم او مهمان برنامه ما بود. مدت کوتاهی بعد از افشا شدن رفتاری گناه آلود از جیم بیکر تونی ای کرده بود تحت عنوان من جیم بیکر هستم. پگی همسر تونی به من گفت که آرزو می کرد ای کاش تونی این را نکرده بود چون حالا همه فکر می کنند که او هم سر و گوشش می من با تونی هم عقیدم. من برای شما استدلالی به سود گناه مطرح کردم. ولی موضوع به اینجا ختم نمی شود. من از گناه خود متنفرم. بله واقعا بیزارم. من آدم خوبی نیستم و در این کتاب دلایل کافی دال بر این موضوع ارائه کردم. با این حال احتمالا کمتر کسی به اندازه من خواهان جلب رضایت خداست. وقتی فکر می کردم که گناهانم خدا را عصبانی می کند، خودم متمرد و از خدا عصبانی بودم. ولی وقتی فهمیدن که چقدر خدا دوستم دارد به سوی این محبت جلب شدم در نور محبت خدا چیزهایی درباره خود می‌بینم که شرمنده ام می‌کند آزارم میدهد و چندشم می‌شود من خوب نیستم اما میخواهم که باشم اطاعت و چگونگی رسیدن به آن حال به سوال اصلی می رسیم. اگر اطاعت اینقدر مشکل است، چگونه می توانیم مطیع باشیم؟ چطور می توانیم بهتر شویم؟ در فصل قبل که راجع به خودپسندی بود، من در انتهای بحث پیشنهادی مطرح کردم. درباره اینکه چطور می توانیم خودپسندی ما را تقلیل بدهیم. به عبارتی چطور می توانیم بهتر شویم؟ حقیقتی که بیان کردم سلاحی نیرومند بر ضد همه گناهان و ناعتاعتی های ماست. راز بهتر شدن شاید به سادگی این باشد که دشواری بهتر شدن را درک کنیم. این موضوع را به حضور ایسا ببریم و رفتن خود به حضور عیسی و علت آن را به همه بگوییم. یکی از تأثیرگذارترین گذارترین قسمت های کتاب مقدس را درباره این موضوع در باب هفت انجیل لوقا می بینیم. موضوع این باب زیافت شامی است که عیسی در آن شرکت می کند. محل این زیافت خانه شمعون فریسی است. یعنی شخصی مذهبی و خوب. به گمان همه دعوت شدگان مثل خود شمعون اشخاص مذهبی و خوب بودند. خلالی در زیافت شام به وجود آمد. زنی روسپی مهمانی را خراب کرد. چون میخواست ایسا را ببیند. ایسا به مهربانی با او رفتار کرد. محکومش نکرد بلکه گناهانش را بخشید و سپس او را سرمشقی از عشق و محبت معرفی کرد. این داستان برای آن عده از ما که میخواهیم بهتر شویم ولی در عمل به سختی این کار پی میبریم آموزنده است. اگر تا به حال به دشواری اطاعت پی نبرده اید پس حتما آنطور که باید و شاید سعی نکرده اید مطیع باشید اکنون سالهاست که با عیسی راه می روم و بعضی اوقات البته نه همیشه یا حتی اغلب اوقات بلکه گاهی می بینم که به دقت تمام, مت... به دقت تمام مطابق سرمشق او رفتار می کنم. البته این رفتار به خاطر دلایلی که احتمالاً فکر می کنید نیست. حال میخواهیم ببینیم که داستان لوقا چه نکاتی را درباره رفتن زن روسپی به حضور عیسی و پاسخ عیسی به او آشکار میسازد و این نکات چه مفهومی برای ما دارند زن روسپی میدانست که گناهکار است و بنابراین به حضور عیسی دوید با این حال وقتی ما به گناهکار بودن خود پی میبریم اغلب حاضر میشویم به هر جایی برویم الا به حضور عیسی لوقا میگوید در آن شهر زنی بدکاره میزیست که چون شنید عیسی در آن خانه فریسی مهمان است ظرفی مرمرین پر از عطر با خود آورد و گریان پشت سر عیسی کنار پاهای او ایستاد آنگاه با قطرات اشک به شستن پاهای عیسی پرداخت و با گیسوانش آنها را خوش کرد سپس پاهای عیسی را بوسید و عطراگین کرد این زن ابایی نداشت از آن که خجل و تمسخر و محکوم شود چون در عیسی چیزی دیده بود که اکثر ما فراموش میکنیم اینکه او گناهکاران را با آغوش باز میپذیرد عده زیادی تصویر بسیار بدی از خدا به ما عرضه کردهاند والدین از خدا برای ترساندن بچه‌هایشان و واداشتن آنها به اطاعت استفاده می‌کنند. از چشم من ممکنه دور باشی ولی خدا میبیند تا ما از عصبانیت و تنفر خدا از گناه برای کسب قدرت و فریب دیگران استفاده میکنیم میگوییم که خدا آتش فرو برنده است و این درست است اما فراموش میکنیم که بقیه داستان را هم بگوییم ما با خودپسندی درباره جهنم صحبت میکنیم و مثل این است که میگوییم آخ که حقت را میگذارن کف دستت و دلم خنک می شود. اما فراموش نکنید کلامی که خدا بود انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید پر از فیض و راستی یوحنا یک چهارده فراموش کردن این حقیقت باعث می شود تا از تلاش برای اطاعت جان به لب شوید چیزی که میخواهم بگویم شاید تکراری باشد ولی به خاطر داشته باشید که حتی اگر بهتر نشوید خدا شما را کمتر از حالا دوست نخواهد داشت حتی اگر خیلی بهتر شوید خدا بیشتر از حالا دوستتان نخواهد داشت اما اگر این حقیقت را درک نکنید هرگز بهتر نخواهید شد چون فقط کسانی بهتر میشوند که میدانند حتی اگر بهتر نشوند خدا آنها را دوست خواهد داشت زن روسپی نزد عیسی نرفت تا بهتر شود نزد عیسی رفت تا مورد محبت مردی قرار بگیرد که حاضر بود بدون قید و شرط او را دوست بدارد بیان آنکه در ازای محبت خود چیزی از او بخواهد زن روسبی نه فقط میداند که گناهکار است و به سوی عیسی دوید بلکه اهمیتی به حرف و حدیث دیگران نداد ولی ما برای حرف مردم زیادی ارزش قائل میشویم از نکات جالب این واقعه یکی آن است که انگار عیسی میخواست این زن را خجل و شرمنده کند شاید فکر کنیم که اگر فردی مهربانتر به جای عیسی بود از جمع پوزش میخواست و برای صحبت با آن زن از اتاق بیرون میرفت شاید فکر کنیم که اگر به جای عیسی فردی دل ره تر بود با زن روسبی در خلوت حرف میزد و به او کمک میکرد ولی عیسی این کار را نکرد بلکه توجه همه را به او جلب کرد عیسی رو به میزبانش کرد و پرسید آیا این زن را میبینی خب منظور چیست به نظرم عیسی به این زن اشاره کرد چون میدانست که او اهمیتی به رسوا شدن نمیداد یکی از اجاب ترین نکات کل این داستان آن است که زن مزبور مهمانی یک فریسی را خراب کرد. شما را نمیدانم ولی اگر من زنی بدکاره بودم جان به جانم می‌کردند در زیافت هیئت رهبران کلیسا شرکت نمی‌کردم. اگر زیر سرتان بلند می و نام زدیتان را به هم می زدید تا سراغ دختر دیگری بروید تصمیم خود را با چه کسی مطرح می کردید؟ دکتر لورا اشلسینجر این کار حماقت محض بود نمیدانم تا به حال به برنامه رادیویی پرطرفدار او گوش کرده اید یا نه وقتی کسی که با او تماس میگیرد چنین خیالی در سر دارد من طاقت نمی کنم برنامه را گوش دهم در این مواقع می خواهم به تماس گیرنده بگویم مگه خل شدی مردک الان که لورا مرده و زنده است را یکی کند همانطور که ممکن است بدانید دکتر لورا مدافع ارزش های سنتی و کتاب مقدسی است. به سراحت بر لزوم وظیفه شناسی تاکید می کند. اصلا تحمل احمق را ندارد و در مواجهه با حماقت نه بر و نه می و می گوید تو یک کل خراب از خود راضی هستی که جز خودت به هیچ کس فکر نمی کنی. برای اکثر ما رفتن آن زن روسبی به حضور عیسی به مراجعه نوجوانی بیبند و بار و پررو به دکتر لورا میماند ولی موضوع این نیست این روسبی پررو نبود او از نظر اخلاقی شخصی ناکام بود و زندگی درب و داغانی داشت و فقط عیسی برای او مهم بود و بس دون میلر در کتاب فوقالعاده خود به نام به غمانگیزی موسیقی جاز داستان عدهای دانشجوی مسیحی را تعریف می کند که در نمایشگاه دانشگاه خود قرفه به نام اعترافات برپا می کنند. البته اشتباه نشود آنها اعتراف نمی گرفتند بلکه اعتراف می کردند. وقتی دانشجویی وارد این قرفه می شود، تا سر و گوشی آب بدهد از او خواسته می شد تا روی صندلی مخصوص اعتراف بنشیند سپس مسیحیان،, مسیحیان, گناهان خود را به این شخص اعتراف می کردند. این داستان به قدری خوب و حیرت انگیز است که تحمل شنیدنش را ندارم. شاید هم حاوی راز عمده درباره اطاعت باشد، یعنی صداقت داشتن درباره گناهانمان. وقتی بیش از اندازه به نظر دیگران اهمیت بدهیم، به رفتارهای مورد علاقه آنها تظاهر می کنیم. وقتی هم که زیادی تظاهر کردیم آخر سر به این نتیجه می رسیم که صد سال سیاه هم به چیزی که تظاهر می کنیم تبدیل نخواهیم شد. در فصل هشتم به خراجگیر مسئله ایسا اشاره کردیم که چشم از زمین بر نمی داشت و فقط دعا می کرد خدا یا بر من گناهکار رحم کن. دیدیم که این خراجگیر توبه کار در نظر خدا پارسا شمرده شد. حال میخواهم به اتفاق دیگری که برای خراجگیر افتاد اشاره کنم ایسا در تفسیر این داستان گفت زیرا هر که خود را برافرازد خار خواهد شد و هر که خود را خار سازد سرافراز خواهد گردید لوقا 18 14. معنی این حرف چیست اینکه یک رنگی و صداقت مثل صداقت کسی که بدون توجه به رأی و نظر دیگران به گناهانش معترف می شود، کمک بزرگی به اطاعت می کند. یعقوب می نویسد، پس نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا بیابید. یعقوب 5:16 اصل بزرگ و مهم موافق طبیعی این است. صداقت درباره که هستیم، ما را از آن چه هستیم بهتر می سازد. در هر حال قدرت روح القدس مانند نهر فقط رو به پایین جریان می آبد. پس اگر به این نتیجه رسیدید که اطاعت سختتر از آن است که فکر می کردید بروید و این مطلب را به شخصی بگویید و بعد هم به شخصیت واقعی خود و خرابکاری هایتان اعتراف کنید و بگویید که چه بسیار بی اطاعتی کرده اید. از این اعترافات شرمنده خواهید شد ولی در عین حال همین اعترافات شما را به شخص بهتری تبدیل خواهد کرد عیسی به زن روسبی نگفت که بهتر شود بل... ولی ما فکر میکنیم که این تنها خاصه عیسی از آن زن بود اگر خشک مذهب باشید از آنچه عیسی بعدا گفت خوشتان نخواهد آمد محبت بسیار از آن روز که گناهان بسیارش آمرزیده شده است اما آنکه کمتر آمرزیده شد کمتر هم محبت می کند پس رو به آن زن کرد و گفت گناهانت آمرزیده شد میهمانان با یکدیگر گفتند این کیست که گناهان را نیز می آمرزد عیسی به آن زن گفت ایمان تو را نجات داده است به سلامت برو لوقا 7 47 تا 50 سلامت برو پس شاگردسازی و پیوستن به یک کنیسه یا کلیسای خوب و یادگیری کتاب مقدس چه می شود؟ اطاعت چه می شود؟ دقت کنید عیسی از زن روسبی نخواست تا بهتر شود چون لزومی به این کار نمیدید. مسئله اساسی گناه این زن نبود تنها مسئله اساسی محبت این زن به عیسی بود عیسی دانست که این زن قدمی را که باید بردارد بر می دارد یا لااقل بهتر از گذشته بر می دارد. مسیحیان اغلب بیش از اندازه فکر خود را به گناه مشغول می کنند. خب می دانید که درست می گویم. شخصی که از بیرون ناظر رفتار ماست شاید فکر کند که تنها چیزی که ما به آن اهمیت می دهیم پاکی و قداست است. اگر از یک بی ایمان سؤال شود که مسیحیان چه می کنند؟ احتمالا جوابی شبیه این خواهد داد. این مسیحیان بدبخ هستند و تا دیگران را هم مثل خودشان بدبخ نکنند آرام نمیگیرند. شاید حقیقتی در این گفته باشد. به خاطر دارم که یک بار پس از اینکه با شخصی درباره مسیح حرف زدم به من گفت نه آقا ممنون من به اندازه کافی از وجدان دارم و بیشتر از این نمیخواهم وجدانم معذب بشه. حقیقت این است که تقریبا همه چیزهای مهم زمانی کشف می شوند که دنبال چیز دیگری هستیم. اگر از همان اول دنبال آرامش و محبت و شادی باشید به با آنها نمی رسید. اینها یا مرتبط با چیز دیگری هستند یا از جستجوی آن چیز نتیجه, نمی نتیجه می شوند. اینها یا مرتبط با چیز دیگری هستند یا از جستجوی آن چیز نتیجه می شوند. این حقیقت درباره اطاعت هم صادق است من به این نتیجه رسیدم که اطاعت سختتر از آن است که قبلا فکر می کردم و به همین دلیل دستیابی به آن طول می کشد از این موضوع خوشم نمی آید ولی حقیقت دارد حالا که نمی توانم به سرعت بهتر شوم تکلیفم چیست به حضور عیسی می رودم. به حضور او می روم چون اهمیتی به این نمی دهد که با چه وضعی آمده برای او مسئله اساسی پاکی و نیکویی و اطاعت من نیست. به اعتقاد من از آوجدانی که به آن دوچار می شوم فقط یک هدف دارد و آن بهتر شدن من نیست. هدف آن فرستادن من به حضور عیساست. یعنی تنها کسی که دوستم دارد می بخشدم و بدون در نظر گرفتن اینکه کجا بودم و چه کرده ام یا به کجا میروم مرا می, می پذیرد. می خواهم به نکته دیگری هم درباره این داستان اشاره کنم که با وجود فرعی بودنش اهمیت دارد. من معتقدم که شمعون به خاطر همین رستی پیرو عیسی ایسا شد. شمعون سوالی داشت که نپرسید. چون فریسی میزبان این را دید با خود گفت اگر این مرد به راستی پیامبر بود میدانست این زن که لمسش می کند کیست و چگونه زنی است میدانست که بدکاره است حالا به باقی کلمات دقت کنید عیسی به او گفت لوقا هفت چهل حروف ایتالیک به نشانه تاکید از نویسنده است متوجه شدید شمعون هرگز سوالش را با صدای بلند مطرح نکرد و با این حال عیسی با آن پاسخ گفت شمعون که چیزی نپرسید؟ شمعون که چیزی نپرسید؟ پس از کجا میدانین چنین سوالی داشته است؟ اگر کسی سوال شمعون را نشنید پس این مطلب را بر اساس چه منبعی میدانیم؟ فقط یک منبع خود شمعون به عقیده من شمعون تنها در صورتی میتوانست چیزی راجع به این مطلب بگوید که درباره عیسی شهادت داده باشد می توان تصور کرد که ماها بعد از ملاقات با عیسی شمعون شاید طی یکی از جلسات کلیسای اولیه یا در محلی برای گفتگوی عمومی به دوستانش گفته است می خواهم از عیسی برایتان بگویم یک بار که در منزل من مهمان بود فکرم را خواند حالا شما بگویید آیا او شخص بزرگی نیست اطاعت واقعا سختتر از آن است که فکر میکردم ولی فیض خدا هم خیلی بزرگتر از آن است که فکر میکردم در اینجا نیز راز بهتر شدن این است که قبول کنیم بهتر شدن مشکل است سپس نیاز خود را برای بهتر شدن به حضور عیسی ببریم و آنگاه به همه بگوییم که به حضور عیسی رفته بودیم و چرا رفته بودیم وقتی این کار را کردیم نه فقط خودمان دیگران هم اشخاص بهتری خواهند شد